کتاب صوتی گرافیتی چیست تهیه شده در کلاه استودیو صفحه 61 تاریخچه گرافیتی بهتر است قبول کنیم که گرافیتی زاده قرن بیستم است قرن شهرنشینی هر آنچه قبل از قرن بیستم اتفاق افتاده مربوط به رخدادهای سرنوشتساز تاریخی می شود. که هرچند در شکل گیری پایه های گرافیتی نقش موثری داشتند اما گنجاندن آنها در تعریف امروزی گرافیتی چندان میسر نیست. گرافیتی حاصل شهرنشینی و نوسازی شهرها با نگاه سرمایه محور است. هر کجا سرمایه به جریان افتاد، خواسته یا ناخواسته ادعی به حاشیه رانده می شوند، اما ساکت نخواهند نشست. گرافیتی جدیترین فریاد جامعه است در برابر نابرابری و نابسامانی. هرچند که کتابها و رسانه ها سعی دارند تا گرافیتی را به عنوان خوشگذرانی یا بازی ذوقی نسلهای جوان معرفی کنند اما گرافیتی در بطن خود اعتراضی است به سرکوب ارزشهای فردی بین سالهای 1910 تا 1920 میلادی این گنگ ها و تجارت های زیرزمینی بودند که روی دیوارها نشانه هایی یا محدوده خود را به وسیله نشانه گذاری روی دیوارها تعیین می کردن. این کار با کندکاری روی دیوار و سطوح و یا با رنگ انجام می گرفت. مشهورترین گنگ ها اغلب در لس آنجلس و شیکاگو فعالیت می کردن. با توجه به اهمیت کارهای پژوهشی در جامعه علمی آمریکا، از همان زمان مطالعات زیادی روی این گرافیتی های اولیه انجام گرفت. دسته دیگر گرافیتی های اوایل قرن اخیر به جنگ ها مربوط می شوند. نوشته مشهور کیلروی واز هیر یا روی اینجا بوده که توسط سربازان آمریکایی در جنگ جهانی دوم به عنوان یادگاری نوشته میشد را می توانیم به عنوان یکی از اشکال ابتدایی گرافیتی مورد توجه قرار دهیم علاوه بر این در خلال جنگ جهانی دوم نوشته ها و یادگاری ها یا نشانه های فتح سربازان بر دیوار ویرانه های شهرهای اروپایی به چشم می خورد. در اعتراضات خیابانی بعد از جنگ جهانی نیز گروه ها و منش های سیاسی گوناگونی از دیوار نویسی برای بیان اعتراضات خود بهره گرفتند. بنابراین می بینیم که نوشتن بدون کسب اجازه و یا حتی امضا زنی بر دیوار و حتی کشیدن طرحی بر دیوار به خودی خود پدیده نو محسوب نمی شود. دوران آغازین گرافیتی امروزی تقریبا از دهه 1960 در آمریکا آغاز شد. گرافیتی نویسان نام خود یا ترکیبی از نام مستعار و شماره هایی که بیانگر سن، سال تولد، پلاک خانه یا حتی بی ارتباط با اینها بود را روی سطوح شهری می نوشتن. برخی معتقدند که هدف آنها کسب شهرت در میان همسن و سالان خود بوده و عده دیگر کار آنان را نوعی سرپیچی از قوانین قلم داد می کنن. انگیزه آنان هرچه که بوده، این امزازنی ها خیلی زود به نوعی رقابت داغ خیابانی بر سر قدرت، شجاعت یا جذابیت در میان جوانان تبدیل شد. گفته می شود که در دهه 60 میلادی جوانان فیلادلفیا شروع به نوشتن اسامی خود روی دیوارها کرده بودند. قدیمیترین عکس های ثبت شده مربوط به سال 1968 است. اما در بعضی آثار فرهنگی آن زمان هم می شود نمونه های از این پدیده را یافت. یکی از جوانان امزازن فیلادلفیا با نام مستعار تاپکت بعد از مدتی برای زندگی به نیویورک رفت و در آنجا به کار خود ادامه داد. تاپکت نقش مهمی در شکلگیری گرافیتی در نیویورک داشته است. به علاوه سبکی از امزازنی که بعدها به سبک برادوی معروف شد از ابداعات او بود. امزازنی های تاپکت در نیویورک خیلی زود مورد استقبال جوانان نیویورکی قرار گرفت و بین آنان رواج یافت. از آنجا که در نیویورک برخلاف فیلادلفیا سیستم پیچیده و گسترده قطار بین شهری وجود داشت و زندگی جوانان نیویورکی در ارتباط تنگاتنگ با قطارهای شهری بود، گرافیتی ها به سرعت روی در و دیوار، صندلی های قطار نخش بستن. پارکینگ های در قطارها در محله های که پاتوق جوانان نیویورکی آن زمان بود، این امکان را فراهم آوردند که جوانان به فکر امزازنی روی بدنه بیرونی قطارها بیفتند. بدین ترتیب گرافیتی خیلی زود به داخل و سپس به بدنه بیرونی قطارها کشیده شد و توانست توجه جامعه و رسانه های منطقه ای را به خود جلب کند. در سال 1971 مجله نیویورک تایمز مقاله ای راجع به یکی از این جوانان نیویورکی به نام تاکی 183 منتشر کرد. تاکی اسم مستعار شخصی بود به نام دومیتریوس و عدد 183 شماره خیابان محل سکونتش. او برای رساندن بسته های غذا به در خانه ها استخدام شده بود و در حین انجام شغلش در همه جای شهر امضای خود را به جا گذاشته بود. بنا به نوشته نشریه نیویورک تایمز او اولین دیوار نویس نبود اما اولین کسی بود که با امضای عجیب تاکی 183 کنجکاوی همه ساکنین نیویورک را برانگیخت در آن دوران نوشتن گرافیتی بیشتر به امضاهای ساده روی در و دیوار خلاصه میشد و کمیت امضاها یا بودن در همه جا برای دیوار نویسان یک افتخار به حساب می آمد. مثلا کسی که در همه جای شهر و بیشتر از همه امضایش به چشم می لقب شاه را می گرفت. چرا که از همه بیشتر کار کرده بود و این نشان میداد که تجربه بیشتری دارد و در کار خود ماهر شده است. با گذشت چندین سال همه دیوارهای نیویورک مملو از خط خطی شده بود و دیگر جای خالی برای زدن امضا پیدا نمیشد. در این شرایط کسانی که ذوق و امکاناتش را داشتند در تلاش بودند تا با ایجاد تنوع و زیبایی در دستخط و به کارگیری امضاهای بزرگتر یا رنگهای گیراتر امضای خود را در میان ازدهام خطوط جلوه بیشتری بخشند. به تدریج همه دریافتند که برای جذب نگاه ها باید شیوه خلاق و منحصر به فرد را در امزازنی و کارهایشان به کار بندند. این گونه بود که رفته رفته سبک شخصی در امزازنی اهمیت بیشتری یافت. جدال بین سبک ها گرافیتی نویسان رفته رفته بیشتر به منحصر به فرد بودند و خلاقیت در آثارشان متمرکز شدند. مثلا فضای داخلی حروف را با اشکال ویژه و ابداعی خودشان می و به صور مختلف شکل عادی حروف را دگرگون کرده و حالت میدادند از حروف حبابی و باد کرده گرفته تا سبکای پیشیده تری مثل سبودی و سبک وحشی، وایلد ستایل یا حتی سبکای انتظایی تر. رفته رفته نوشته ها بزرگتر و پهنتر شدند تا حدی که تمامی دیواره یک واگن قطار را می پوشندن. در این دوره دیگر جامعه نیویورک گرافیتی را آشکارا در محیط روزمره خود میدید و جدید با ایده های جدید و با استفاده از تاثیرات و تجربه های قبلی به این کار مشغول می شدن. این جوانان که خود را گرافیتی نویس خوانده کار خود را گرافیتی نویسی می در بعضی ایستگاه قطار که برای آنها حکم پاتوق را پیدا کرده بود روی نیمکتی می نشستند و ساعتها به کارهای هم در دفترهایشان و روی قطارها نگاه می کردن. همانجا طرح می زدند و برای کارهای بعدیشان نقشه می کشیدن. بعضی تشکیل گروه میدادند و برای گروه خود نامی انتخاب میکردند این گروه ها که بیشتر حلقه های رفاقتی بر اساس علاقه مشترک به گرافیتی بود گاه برای مردم و پلیس تصور ارتباط آنها با گنگ های را ایجاد میکرد گرافیتی نویسانی چون استی های 149 و لی 163 و فیس 2 از چهره های تاثیرگذار و شناخته شده این دورانند فیس را ابداع کننده سبک حبابی می دانند. او با تنوع تکنیک و سبک کارهایش توانست راه های جدیدی را برای باقی همقطرانش هموار سازد. تقریبا آنچه امروز به عنوان استایل شناخته می شود بر اساس شیوه ابداعی وی به وجود آمده. فیس حروف را از حالت خط یا امضا درآورده و نوشته را شکل بخشید. او حروف را به جای نوشتن نقاشی می کرد. با اهمیت پیدا کردن سبک شخصی، گرافیتی نویس ها به تمرین و مطالعه بیشتر پرداختند و مدام روی سبک های و نقاشی خود کار می تا بتوانند ویژگی های جدیدتری را به امضاهایشان بدهند. فلش ها، ابرها، خطوط شکسته یا مواج، امضاهای کشیده و پیچیده یا ساده و هندسی و غیره. تنوع سبک ها در همان دهه اول شکلگیری جنبش گرافیتی به شکل قابل ملاحظه‌ای به چشم می‌خورد و کارکترهای کارتونی و موضوعات روز وارد دنیای گرافیتی نویسان شده بود. در این دوران جوانان زیادی به دنیای گرافیتی علاقه‌مند می‌شدند و گرافیتی دیگر مختص پسران حاشیه ها نبود، بلکه دخترانی هم سعی می‌کردند خود را وارد دنیای پسرانه گرافیتی نویسان کنند. گرافیتی نویس‌هایی چون بروکلینز استونی، کابوی، گریپ و چارمین از اولین دختران مشهور دیوارنویس این دوران. چارمین به خاطر امضا زدن روی مجسمه آزادی شهرت زیادی به دست آورد. او اولین کسی بود که دست به چنین کاری زده بود. در منحتن کسانی چون باربارا 62 و, و ایوا 62 بودند. این دختران درست به قدرت پسران به همه جا سرک می کشیدن و امضا می یک گرافیتی کار اهل فلوریدا تعریف می کند که چگونه وقتی در عکس های سفر مادرش به نیویورک نگاه می کرده متوجه امضای باربرا و ایوا بر روی دیوار پس زمینه عکس شده است. این زوج گرافیتی کار در تمام نقاط نیویورک و حتی رخکن پسران و هممام های پسرانه مدرسهشان امضا زده بودند و این حضور مستمر منجر به کسب شهرت و احترام ویژه‌ای برای آنها شده بود. با شهرت روزافزون این دختران پیشرو، گرافیتی بین دیگر دختران نیز گسترش بیشتری یافت. موضوع جالب توجه این است که در آن دوران بیشتر دخترانی که به گرافیتی روی می یا سابقه دوستی با پسران را داشتند که به این کار مشغول بودند و یا به علت علاقهشان به گرافیتی سعی می کردند به نوعی خودشان را در جمع پسرهای گرافیتی نویس وارد کرده اعتماد آنان را جلب کنند و در فعالیت های شبانه همراه آنها بروند. در جو قالب گرافیتی نویس ها اما بردن دختران به پارکینگ قطارها که کاری مجرمانه تلقی میشد کاری غیرعقلانی و دردسرساز بود. پسرها میگفتند که اگر خطری پیش بیاید یا به دست پلیس بیفتند همه گناه و دردسر آن برگردن آنان خواهد افتاد تقاطع با بازار هنر در سال 1972 بود که اولین نمایشگاه آثار گرافیتی نویس ها روی بوم در مرکزی هنری در نیویورک برگزار شد و گرافیتی نویسان را با لقب جدیدی معرفی کردند هنرمندان گرافیتی برگزار کننده این نمایشگاه یک دانشجوی جامعه شناسی به نام هوگو مارتینز بود. وی معتقد بود که گرافیتی یک وسیله بیان بوده و باید به عنوان یک هنر مورد توجه قرار گیرد. مارتینز گروه UGA که مخفف هنرمندان متحد گرافیتی است را تشکیل داد و از گرافیتی نویسانی که به نظرش آثاری قابل قبول داشتند و به حد کافی مشهور و مقبول بودند دعوت به همکاری کرد. او میخواست از طریق حمایت و نزدیک شدن به این هنر آن را در مجرای بکارگیری مثبت از پتانسیل این هنرمندان سوق دهد. در سال 1973 چارمین و استونی اولین دخترانی بودند که به این جمع دعوت شدند. به این ترتیب گالری ها و جامعه هنری رفته رفته با گرافیتی آشناتر شده و منتقدین هنری، تاریخ نویسان، مجموعه دارها و مؤسسات فرهنگی متوجه جنبه هنری موجود در کار گرافیتی نویسان شدند. مطالب متعدد و تحقیقات دانشگاهی وسیعی در این زمینه منتشر شد و دولت بودجه های مناسبی برای بررسی و کندوکاف درباره این پدیده جدید و انجام دهندگانش تخصیص داد. در حالی که جامعه فرهنگی آمریکا در حال ارائه تعاریف جامعه شناسانه و زیبا شناسانه برای گرافیتی بود، خرد فرهنگ گرافیتی در درون خود مدتها بود که تعاریف و مفاهیم و معیارهای زیبایی شناسانه ویژه ای را شکل داده بود و به آنها میپرداخت. منتقدی در سال 1973 مطرح کرد که گرافیتی با تجاری شدن در معرض نابودی قرار گرفته و دیر یا زود دوچار گسست از تعاریف پدیدار شناسانه خود خواهد شد. البته حتی در دهه 80 نیز که گرافیتی در گالری ها به نمایش در آمده و به دنیای تجارت هنری وارد می شد، هرگز پیش نیامده بود که گرافیتی ها در موزه ها و گالری های رسمی به نمایش درآیند و به نظر نمی آمد که گرافیتی در دنیای رسمی هنر پذیرفته شده باشد. از نظر جامعه هنر رسمی و آکادمی که آن زمان پذیرش گرافیتی به عنوان هنر دور از ذهن بود. با این حال در سال 1983 نمایشگاهی با عنوان پست گرافیتی در گالری سیدنی جنیس نیویورک برگزار شد که به عنوان اولین حضور گرافیتی در یک گالری رسمی قلمداد میشد. تا پیش از آن گرافیتی در گالری های کوچکتر و در سطوحی دیگر به نمایش درآمده بود. از نظر برخی از گرافیتی نویس ها پست گرافیتی یا پسا گرافیتی اشاره به این داشت که از درون پدیده‌ای که اعتراضی و غیرقانونی تلقی می شده اکنون نگاهی جدید سربرآورده که مسیری دیگر را می پیماید. و از این روز که در گالری ظاهر می شود. این نامگذاری و این نوع نگاه باعث شد که از همان ابتدا عده ای از هنرمندان گرافیتی از شرکت در این نمایشگاه ها اجتناب کنند. روش هایی که گالری ها برای معرفی و فروش آثار گرافیتی انتخاب می کردند معمولا با اهداف و معیارهای خود گرافیتی نویس ها در تناقض بود. پروژه دیوارهای شهر پروژه دیوارهای شهری که در اواخر سالهای 1969 و اوایل 1970 به دستور شهردار جان لینسی آغاز شد یکی از نمونه های توجه حاکمیت به روش های مقابله با جنبه خرابکارانه و اعتراضی گرافیتی بود. با بیشتر شدن گرافیتی ها، هیئتی متشکل از کارشناسان و تیم تحقیقاتی در شهرداری نیویورک به این نتیجه رسیده بودند که برای نشان دادن موافقت خود با وجود هنر واقعی در شهر سازمانی را مختص به زیباسازی شهر نیویورک پایگذاری کرده و به هنر مجال حضور بر دیوارهای شهر را بدهند. این کار باعث پویایی بیشتر محلات میشد و از طرفی امکان برخورد تنبیهی با هر گونه گرافیتی، امزازنی و خلق آثار بدون مجوز را به نیروی حکومتی میداد. به این ترتیب از نظر حکومت دیگر بهانه‌ای برای خط خطی کردن دیوارها باقی نمی ماند. و جان بخشیدن به دیوارهای خاکستری باید از مجاری قانونی صورت می گرفت. صدها دیوار در محلات مختلف نیویورک برای نقاشی های دیواری انتخاب شده و مورد بهره برداری قرار گرفتند. نظر بر آن بود که همه نقاشی ها تا حد ممکن فاقد معنای برانگیزاننده بوده و سعی شود در آنها از انتظار و رنگ های شاد و روشن که فضای شهری را زندگی ببخشد استفاده شود تا مردم بتوانند به روشنی تفاوت آنها با کار گرافیتی کاران را مشاهده کرده و با ایده دولتی مقابله با گرافیتی ها همراه تر شوند. در نهایت از آنجایی که این پروژه از نظر فکری و عملی به واقع هیچ ارتباطی با فضای ذهنی گرافیتی کارها نداشت نه تنها مورد اعتنای آنان واقع نشد بلکه نتوانست به تغییری بیانجامد. دوران طلایی من متولد دهه 60 در نیویورک هستم. در اون زمان ما رسما هیچی نداشتیم. بر شکسته بودیم. به عنوان یه بچه که در دهه 70 زندگی می کرد، همیشه دنبال چیزهایی بودم که رنگارنگ و خلاق باشن. گرافیتی یه همچین چیزی بود. نایسر دهه 80 را باید دوران طلایی هنر گرافیتی نامید. دورانی که گرافیتی به تمام دنیا شناسانده و در هنر، موسیقی و فرهنگ آمریکا و جهان به رسمیت شناخته شد. دهه 80 به معنی واقعی یک کلمه دوران طلایی گرافیتی بود. دورانی که استایل نویسی به شکل وسیعی گسترش یافته و مورد توجه قرار گرفت. اولین تجربه های هنر خیابانی در آمریکا و هنرمندانی چون کیت هارینگ، جان میشل باسکت، راملزی و دیگران به همین دهه تعلق دارند. در همین دوران بود که پلیس نیویورک و برخی شهرهای بزرگ آمریکا شروع به انتشار کتابچه هایی از اسب و عکس آثار گرافیتی نویسان کرد. این دفترچه ها در بین کادر پلیس آمریکا پخش می شدند تا به شناسایی و برخورد با این جوانان سهولت بخشند و از این طریق با موج گیر شدن گرافیتی ها در شهر مقابله شود. پلیس در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده بود که بیشتر گرافیتی کارها نوجوانان بین 10 تا 16 سالند. بنا به نوشته یکی از این نشریات پلیس اغلب گرافیتی نویسان حدوداً در 11 سالگی شروع به امضا زنی می کنند و معمولاً در حدود 16 سالگی از این کار دست بر می دارند. زیرا در می آبن که دیگر بزرگ شدند و نوجوان نیستند. از طرفی می دانند که بعد از 16 سالگی از دید قانون مسئول شناخته شده و در صورت ارتکاب این عمل به عنوان مجرم با آنها برخورد خواهد شد. اندکی بعدتر گزارشاتی در این نشریات منتشر شد درباره کسانی که 19 تا 25 سال داشتند و هنوز به گرافیتی می پرداختند. مثلا گرافیتی کار 22 ساله ای که همسر و بچه نوزادش برای رسیدگی به پرونده او به پلیس مراجعه کرده بودند. به هر روی بنا به اظهار رئیس انتظامی راهن نیویورک ستنفورد گارلیک بیش از 70 درصد دستگیر شدگان به جرم گرافیتی بر قطارهای نیویورک 14 یا 15 ساله بودند. در سال 1978 سیستمی جدید برای پاک کردن گرافیتی ابداع شد. این دستگاه آب را با مواد شیمیایی مخصوص و با فشار زیاد به سطح مورد نظر می پاشید و باف نام داشت. شهردار نیویورک بودجه قابل توجهی را برای مقابله با گرافیتی اختصاص داده بود. پاک کردن گرافیتی ها کاری هزینه بر و همیشگی بود. هرچه کارها را پاک می کردند باز تأثیری نداشت. حسارکشی و نصب سیم خاردار به دور تمام مناطق راهن در نهایت تنها یک بازی تعقیب و گریز را میان جوانان و پلیس به وجود آورد و تاثیر چشمگیری نداشت پلیس به همه فروشندگان اسپری ابلاغ کرد که فروش اسپری های رنگ میبایست محدودیت سنی داشته باشد کش رفتن اسپری از مغازه ها و فروشگاه ها سختتر شد چرا که به سرعت برای اسپری ها از قفسه های استفاده کردند حتی قوانینی برای رسیدگی به جرایم این مجرمین جدید شهری به وجود آمد. گفته می شود که در همین سالها گرافیتی نویسی به نام لی از نقاشی کشیدن روی قطارها دست کشید و شروع به نقاشی شبانه بر دیوارهای زمین بسکتبالی در اطراف پل بروکلین کرد. این کار او بخشی از محله را تبدیل به یک گالری خیابانی کرده و سبب علاقه جوانان بیشتری به این کار شد. لی در میان گرافیتی نویسان نیویورک چهره‌ای مورد احترام محسوب شد. محبوبیت او نه تنها به خاطر قطارهایی بود که نقاشی میکرد بلکه پیامهایی که در آثارش به جامعه منتقل میکرد نیز باعث جلب توجه بسیاری از مردم و گرافیتی نویسان به او شده بود او از جمله اولین کسانی بود که گرافیتی آگاهانه و بیانگرا را برگزید و در آثارش به بحرانهایی چون واترگیت یا جنگ ویتنام و مشکلات اجتماعی و سیاسی آن زمان پرداخت لی معتقد بود که بالا بردن نامش تنها بخشی از اهداف اوست و بخش دیگر هدفش را این گونه توصیف می کند. این که این نام از آن بالا چه چیز را بیان کند برای من یک اولویت مجزا بود. فاب فایف فردی از اولین کسانی بود که به لی پیوست. اندکی بعدتر مقاله‌ای در نشریه ویلج وایس عکس فاب فایف فردی را در مقابل نقاشی از لی به همراه مقاله‌ای در باب اینکه چگونه گرافیتی توانسته روش‌های جدیدی در هنر ارائه دهد، منتشر کرد. بعد از انتشار این مطالب، تلفن‌های زیادی به فایف ریدی شد و یکی از آنها یک دلال آثار هنری بود، اهل ایتالیا و گالریداری مشهور به نام کلودیا برونی، صاحب گالری مدوسا در روم. او تعدادی از آثار فایف ریدی و لی را خرید و آنها را دعوت به برگزاری یک نمایشگاه دو نفره در روم کرد. به این ترتیب اولین نمایشگاه گرافیتی کارها و اولین فروش آثار هنری گرافیتی در اروپا به وقوع پیوست نام این نمایشگاه پنج اوجوبه کالیگرافیتی های فرد برتویت و لی کیونیس بود. با آغاز دهه 80 تعداد بیشماری از دختران در صدد حضور و اجرای نقاشی در خیابانها و روی قطارها بودند. فعالترین های آنان در منحتن لیل لافتو و اندکی بعد لیدی پینک بودند. این دو بعدها تبدیل به چهره های شناختی شده در دنیای گرافیتی شدند و از اولین دختران موفق در تاریخچه این هنر به حساب می آین. در این دهه گرافیتی نویس های پرکاری از جمله سین و هم وارد دنیای گرافیتی شدند و با استفاده از تجربیات قبل از خود گرافیتی را وارد مرحله جدیدی کردند. سین با بالا بردن کمیت و کیفیت آثار خود و با نوآوری و تنوع در سبک و شیوه اجرای آثارش شهرت و اهمیت بسیاری یافت و منشأ تأثیر و تقلید بسیاری از گرافیتی نویسان هم دوره و پس از خود شد علاوه بر نمایشگاه کالیگرافیتی در روم نمونه دیگر از مستندات اولیه رصد و اهمیت یافتن گرافیتی برای اروپاییان را می شود در نوشته های متفکران اروپایی و به طور مشخص در اشاره بودریار به گرافیتی یافت ژان بودریار جامعه شناس و فیلسوف معاصر فرانسه در مقالش با عنوان کولکیلر cool یا شورش نشانه ها در سال 1976 درباره این پدیده اجتماعی سخن گفت. سالها بعد در دهه 80 میلادی بود که فرهنگ جدید گرافیتی مورد توجه و کنجکاوی جوانان اروپایی واقع شد. جنبش ترنهای پاکیزه در دوازده می 1989 سازمان متروی شهری نیویورک اعلام کرد که بر گرافیتی پیروز شده است و همه واگن‌های نقاشی شده را از ناوگان شهری خارج می‌کند. هنرمندانی که دیده شدن نامشان را ترجیح می‌دادند، دست از قطارها کشیده و به نقاشی روی دیواره اتوبان‌ها و پشت بام‌ها مشغول شدند. این جنبش جدید نیز تا حدود زیادی همگیر شد و گرافیتی‌ها به پشت بام‌ها و اطراف اتوبان‌ها سرایت کردند. در نتیجه این روش مبارزه با گرافیتی نویسی روی قطارها کشیدن گرافیتی روی قطارها که تا آن زمان داغترین و فعالترین صحنه گرافیتی در آمریکا بود متوقف شد نقاشی روی قطارها دیگر فایده ای نداشت چرا که هیچ قطار نقاشی شده ای وارد ناوگان حمل و نقل نمیشد و این به آن معنا بود که آثار دیده نمیشدند مبارزه دیوارنویس ها با قطارها هنوز هم ادامه دارد اما بنابر تصاویر و عکس ها و به گفته کسانی که آن زمان را تجربه کردند این پدیده هرگز به شکل دوران آغازین خود یعنی دهه 70 و 80 در نیویورک تکرار نشد. گرافیتی اروپا اغلب گفته می شود که سرایت گرافیتی به اروپا از طریق موسیقی هیپ هاپ، کتابها و عکس های مسافرین و فیلم های آمریکایی صورت گرفته و در پاریس، آمستردام، دوسلدورف، مونیخ و وین مورد توجه جوانان واقع شد. بنابر شواهد و مستنداتی که در دسترس است اولین گرافیتی نویس های اروپا بیشتر به فرهنگ پانک متمایل بودند حتی قبل از آنان نیز بودند هنرمندانی که به روش خودشان به هنر خیابانی می پرداختند جرارد زلوت کامیون که در دوران سخت جنگ جهانی دوم به دنیا آمده و بعد از جنگ دوران نوجوانی و جوانی خود را سپری می کرد در سال 1963 با کشیدن ارواحی روی دیوارها در انگلستان به بیان احساسات خود پرداخت. او هنوز هم در آستانه 80 سالگی به خلق آثاری در خیابان‌ها می‌پردازد. آثاری که حالتی شعرگونه دارند. پیتر ارنس ایفه در راستای اعتراضات دانشجویی ماه همه 1968 در بسیاری از خیابان‌های هامبورگ تصاویر و نوشته‌هایی را از خود بر جای می‌گذاشت. او در همان ماه با فیات 600 خود وارد سالن ایستگاه مرکزی هامبورگ شد و شروع به کشیدن مثلث هایی روی دیواره ایستگاه کرد. پلیس خیلی سریع ایفه را دستگیر کرد و کار او با آسایشگاه روانی و مراکز درمان روحی کشانیده شد. هرالد ناگلی در سال 1977 بر بسیاری از دیوارهای شهر زوریخ در سوئیس کارکترهایی با خطوط منحنی می کشید که مردم شهر اغلب آنها را دوست داشتند. وی بعد از به شهرت رسیدن مورد تعقیب پلیس قرار گرفت برای او محکومیتی معادل نه ماه زندان و دویست هزار فرانک سوئیس به خاطر تخریب 900 دیوار در نظر گرفته شد. ناکلی در عرصه هنر مورد احترام بود و مدام نمایشگاههایی در گالری ها و موزه های معتبر برپا می کرد. زمانی که محکومیت او اعلام شد، برخی از هنرمندان محلی برای اعتراض به این حکم دست به اعتصاب غذا زدند. او به آلمان پناهنده شد دولت سوئیس سعی کرد تا آلمان را متقاعد به بازگرداندن ناگلی بکند و در این کار موفق شد ناگلی سرانجام در سال 1984 برای گذراندن مدت محکومیت خود روانه زندان شد کلاوس پایر در سالهای پایانی دهه هفتاد در آلمان نقاشی های زیادی را به خصوص در شهر آخن کشید. او نقاشی هایش را شبانه و با قلمو انجام می داد و در میان مردم شهر ناشناس بود. پایر را به نام نقاش آخن می شناختن. علاوه بر این افراد گروه های پانک در لندن، بریستول، آمستردام، پاریس و دیگر شهرهای بزرگ اروپا در دهه هفتاد از تبلیغات مستقل خیابانی استفاده میکردند. این کار که برای آنها کم هزینه محسوب می شد جنبه هنرمندانه یافته بود و حال و هوای نامتعارف آنها را بازگو میکرد. به همین سبب این روش تبلیغ و ویژگی تصویری آن به سرعت در میان جوانان ترویج پیدا کرد. پانک ها در آمستردام حتی در سالهای 1975 تا 1980 نیز به دیوار نویسی و پوستر شسبانی می پرداختند. در میان آنها دکتر رت از شهرت بسیاری برخوردار بود و از آنجا که خود از هواداران فوتبال بود همیشه در کنار نام خود نام تیم آجاکس را هم می نوشت. دکتر رت را می توان از اولین پیشگامان گرافیتی نویسی در آمستردام دانست. بر پایه اطلاعات غالب در سال 1981 در پاریس فلک برای اولین بار از استنسیل در هنر خیابانی استفاده کرد. استفاده از استنسیل تا سال 1985 در نیویورک، ملبورن و سیدنی نیز متداول شد. طی سالهای اولیه دهه 80 فرهنگ هیپ هاپ از طریق شهرت و محبوبیت گروههایی مثل شوگر هیل گنگ در میان جوانان اروپا ترویج می‌یافت و گرافیتی به عنوان یکی از چهار عنصر هیپ هاپ، ام سی، بی بوی، دی جی و گرافیتی معرفی میشد. بودجه اصلی این تبلیغات فرهنگی را یک سرمایهدار آمریکایی به همراه تلویزیون ZDF آلمان تعمین می کردند. گرافیتی نویس مثل موتو، شو، دلتا و بندو در اوایل دهه 80 کار خود را روی دیوارها و قطارهای اروپا شروع کردند و به تدریج با فرهنگ هیپ هاپ آشنا شدند. در آن دوره گرافیتی هنوز پدیده ناشناخته در اروپا بود و بیشتر با گروه های پانک و طرفداران فوتبال مرتبط دانسته می شد. گرافیتی کارهای اروپایی خیلی زود از طریق نمایشگاه هایی که برای نمایش آثار پیشگامان آمریکایی آنها در اروپا برگزار میشد با گرافیتی نویسان آمریکایی آشنا شدند و توانستند از تجربیات آنها بهره بگیرند هرچند دو نمایشگاه گرافیتی آمریکایی در روم و آمستردام در جذب علاقه جوانان به دیوار نویسی بی نبودند اما تاثیرشان بیشک به اندازه کتابها و فیلمهایی نبود که در سالهای بعدی دست به دست در میان جوانان اروپایی میگشت. کتابی مثل سابوی آرت یا فیلمی چون وایس به مراتب بیش از خبر فروش آثار هنری گرافیتی در گالری ها سبب گرایش جوانان به این پدیده نوظهور بودند. نسل جدید گرافیتی کاران اروپایی در سالهای میانی دهه 80 از قبیل لومیت، دیر و توست از سوئیس، کنتو از آلمان، نستی و کپ از فرانسه، روبو و اینکی از انگلستان توانستند بستری ویژه برای نوآوری در دنیای گرافیتی پدید آورند. در آن سالها هیپ به عنوان خورده فرهنگ جدید وارد اروپا شده و با سرعت زیادی رو به گسترش بود. اروپایی ها با تکیه بر وجه هنری استایل و توجه زیبای به گرافیتی توانستند رقابت موجود در فرم گرافیتی یا استایل را وارد مرحله تازه کنند. به علاوه تأثیر فرهنگ پانک و گرافیتی توانسته بود محتوای آن را به نوعی به بیانگرایی اجتماعی نزدیک سازد چنانکه در آثار هنرمندانی چون بلکلرت قابل ملاحظه است تجربههایی چون تجربه بلکلرت در استفاده از شابلونزنی در خیابان به منظور آفرینش هنری گرافیتی را به سمت شاخه جدیدی سوق میداد که امروزان را هنر خیابانی میدانیم و درباره آن در بخشهای بعد صحبت خواهیم کرد گرافیتی آمریکای جنوبی سابقه گرافیتی در برزیل به پیشادورس می رسد. پیشادورس های دهه 50 در مواجهه با نقاشی های دیواری و پروپاگاندای دولتی به نوشتن شعارهایی با خط خاص خودشان مبادرت کردند. در سالهای اولیه دهه 80 میلادی پیشادورس باری دیگر اما به عنوان سبک امزازنی در گرافیتی استفاده شد. اسپری در سالهای میانی دهه 80 به سختی در برزیل پیدا می شد. اما در همان زمان نیز افرادی چون اسخمئوس اص و دیگران نقاشی کشیدن در خیابانها را شروع کرده بودند در دیگر شهرهای آمریکای جنوبی نیز گرافیتی در اواخر دهه 80 تا میانه دهه 90 میلادی شروع به گسترش نمود لازم به یادآوری است که روحیات مردمان آمریکای لاتین پیوندی همیشگی با نقاشی و نقوش رنگارنگ داشته و این بیشک در شکوفایی سبکها و آثار بدی هنر خیابانی و نقاشی دیواری در این کشورها بی نبوده است. گرافیتی <کف تي> آفریقا گرافیتی در آفریقا در دهه 90 و همینطور سالهای بعد از 2000 ابتدا در کشور آفریقای جنوبی شهرهای یوانسبورگ و کیپ تاون دیده شد. شرایط اقتصادی و فرهنگی در قاره آفریقا معمولا فرصت فکر کردن یا نقاشی کشیدن را به جوانان نمی دهد. با این وجود، به ویژه بعد از سال 2000 میلادی، گرافیتی و هنر خیابانی در این کشورها نیز وجود داشته است. گرافیتی در مصر، تونس و مراکش در سالهای اخیر و در جریان انقلابها و تحولات این کشورها به تجریج شناخته و رو به گسترش است. گرافیتی استرالیا, استرالیا استرالیا یکی از مراکز مهم گرافیتی و هنر شهری در دنیا است. فرهنگ استرالیا بسیار تحت تاثیر فرهنگ دو کشور آمریکا و انگلیس است. هرچند که ویژگی های متمایز نیز داراست. در دهه هفتاد در جریان اعتراضات جهانی به جنگ ویتنام نوشته هایی بر در و دیوار شهرهای بزرگ استرالیا به ویژه ملبورن نقش بست. در اوایل دهه 80 همزمان با اروپا گرافیتی در این کشور نیز رواج پیدا کرد. دولت استرالیا مخالفت چندانی با گرافیتی نشان نداد و این باعث رشد سریع گرافیتی و هنر شهری در این قاره شد. شهرهای ملبورن، سیدنی، بریسپین و آدلاید همیشه در زمینه کمی و کیفی در هنر شهری با هم رقابت داشتند. ملبورن را به عنوان پایتخت استنسیل دنیا میدانند تکنیک استنسیل یکی از شیوه های بسیار متداول در هنر خیابانی ملبورن است کوچه ها و محله هایی در شهرهای استرالیا وجود دارند که به خاطر گرافیتی و هنر شهری موجود در آنها به عنوان جاذبه های توریستی شناخته می شوند گرافیتی آسیا ژاپن اولین کشور آسیایی است که گرافیتی در سالهای میانه دهه 80 به آن راه یافت در این دهه رفاه اقتصادی و فرهنگی در ژاپن رو به افزایش بوده و های بسیاری به دور دنیا سفر می‌کردند. همینطور مسافرین زیادی از آمریکا به ژاپن سفر می‌کردند و این زمینه را برای ورود فرهنگ خارجی به کشور فراهم میساخت. گرافیتی نویسان کره جنوبی، تایلند، فیلیپین و سنگاپور در سالهای آخر دهه 90 و به خصوص بعد از 2000 فعالیت خود را آغاز کرده و گسترش دادند. در خاور میانه نیز هرچند نمونه های گرافیتی در ایران و لبنان در طی سالهای دهه 90 توسط توریست ها یا جوانان بومی به صورت جسته و گریخته اجرا شده بود اما شروع فراگیر آن را باید سالهای اولیه قرن 21 دانست نمونه های اولیه گرافیتی در ایران را میشد در سالهای 2000 تا 2005 میلادی شهرک های واقع در غرب تهران یعنی آپادانا و اکباتان دید با اندکی اختلاف کشورهایی چون لبنان، مصر، امارات و قطر نیز از اولین کشورهای فعال در گرافیتی خاورمیانه هستند. هنر خیابانی طی دو دهه اخیر بسیاری از جوانان در جهان به گرافیتی و هنر خیابانی روی آورده و سعی در خلق ایده های نو و گشودن مرزهای هنر خیابانی داشته و دارند. همگیری هنر خیابانی بسیاری از نویسندگان و منتقدین هنری را متقاعد کرده است که گرافیتی اولین جنبش هنری در تاریخ بشر است که به طور کامل و زنده تمامی هنرمندان جهان را متحد ساخته. گرافیتی امروزه به شاخه های مختلفی تبدیل شده است که هر یک از نظر شیوه، ابزار و انگیزه بیان ویژگی های منحصر به فردی را دارا هستند. به عنوان مثال استفاده از استنسیل به صورت تبلیغ یا پروپاگاندا سالیان سال در تاریخ جوامع وجود داشته است. اما استفاده از این تکنیک در خیابان به هدف بیان شخصی بیشک وامدار گرافیتی و تجربه های فرهنگی هنری مرتبط به آن است. هنر خیابانی در حقیقت محل اتصال چند تجربه مختلف اجتماعی است. آثار متأخر هنرمندان آوانگارد آمریکایی و اروپایی که حاصل تجربه های ساختار شکنانه و انتقادی جان میشل باسکیه، کیت هارینگ یا جان فاکنر در آمریکا بودند و تجربه های هنرمندانی چون جرارد زلوتی میان، جاک ویگله، هرالد ناگلی و یا دکولاجیست های اروپا در دهه شست و 70 حکایت از نگاه هنرمندان آوانگارد آن زمان به سمت خیابان و مردم دارد. از طرفی دیگر، نگاه مبارز و منتقدانه جوانان وابسته به فرهنگ راک، پانک و دنیای سایبرپانک با بکارگیری تجربیات حاصل از دوران مخالفتهای خیابانی و پوسترها و های سیاسی دوران بعد از جنگ جهانی دوم، و همینطور اقبال گرافیتی در دنیای هنر باعث شدند تا علاقه به بیان از طریق هنر خیابانی افقهای تازه یابد. برخی کانسپچوالیست های دهه هفتاد نیز نیم نگاهی به خیابان و فرهنگ خیابانی داشتند. اما بیشتر کارهایشان تا آن زمان به عنوان تجربیاتی هنری تلقی می شد. در اواخر دهه 80 هنر خیابانی رفته رفته رو به رشد و محبوبیت گذاشت و توانست در پیشرفت استایل نویسی نیز تاثیرگذار باشد. ژان فوشر در فرانسه دهه 80 شروع به کار کرد. او بیشتر سعی می کرد با چسباندن نقاشی هایی که از پیش روی کاغذ اجرا شده بودند کارش را در سطح شهر به نمایش بگذارد. فوشر نقاشی هایش را روی بیلبورد های شهری می چسباند. او در سال 1985 به دعوت تونی شفرازی به همراه جان میشل باسکیه، فوتورا 2000 و چند هنرمند آوانگارد شهری نمایشگاهی گروهی در نیویورک برپا کردند. در دهه 90 میلادی هنر شهری رو به محبوبیت بیشتر گذارد و هنرمندان مختلفی به اجرای آثار خود در محیط شهری روی آوردند. شپرد فیری با برچسب کوچکی از چهره یک کشتیگیر و بازیگر مشهور آمریکایی به نام آندره د جاینت یک کمپین هنری و سرفند به جهت کار کلاسی برای پروژه دانشگاهیش به راه او میخواست امتحان کند که چگونه با باز تولید تصویر، تکثیر و انتشار آن در جامعه می توان باعث تثبیت آن در ذهن عموم شد. تصویر مشهور آبی امروزه از شناخته شده ترین نمونه های هنر خیابانی است و استفاده تبلیغاتی فراوانی از آن می شود. نسل های بعدی هنرمندان شهری توانستند شیوه های بیان متفاوتی را تجربه کنند. در این میان بنکسی که در سال 1990 شروع به نوشتن گرافیتی کرده بود، در سال 1995 با عکاس و گالریدار انگلیسی استیو لازاریدیس که توانست آثار او را به فروشت آشنا شد. بنکسی از ابتدای کارش به عنوان گرافیتی نویس در سالهای 1992 تا 1994 از تکنیک استنسیل هم استفاده می کرد. اما در سال 2000 رسما تمرکز خود را روی استنسیل گذاشته و سعی کرد در آثار خود روحیه تنز گزنده و همه فهمی را در ابراز مخالفت با ساختارهای قدرت و سرمایه به کار برد. او در سال 2004 اسکناس های تقلبی منتشر کرد که روی آنها به جای سر ملکه انگلیس چهره پرنسس دایانا تصویر شده بود و به جای عبارت بانک انگلستان از عبارت بانکسی انگلستان استفاده شده بود. او علاوه بر این توانست با همکاری تیمی حرفه‌ای هویت خود را تا امروز پنهان نگه دارد که خود از ویژگی‌های خبرساز جذاب و منحصر به فرد این هنرمند خیابانی است. بنکسی را باید شناخته شده ترین ستاره رسانه ای در تاریخ گرافیتی و هنر خیابانی دانست. تأثیر کارهای او در شناخته شدن هنر خیابانی و جلب توجه رسانه ها و مردم به هنر خیابانی غیرقابل انکار است. با این حال، اکثریت جامعه هنر خیابانی از اینکه با بانکسی تعریف یا شناخته شوند استقبال گرمی نمی کنند. از سال 2000 تا امروز، گرافیتی و هنر خیابانی به شکل وسیعی پیش رفته و مخاطبین گسترده تری پیدا کرده است. استفاده از مواد و روش های گوناگون برای خلق آثار از ویژگی های هنر خیابانی در دهه اخیر است. موزاییک ها، کارتون ها، ظروف یک بار مصرف، LED ها، کت های قابل بازخانی، ویدیو پروژکشن، حجم سازی، استفاده از مبلمان شهری، دستکاری در پوسترها و بیلبوردهای تبلیغاتی، پرفرمانس های خیابانی و اینستالیشن های موقعیت محفر همه در تجربیات نوین هنر خیابانی ایفای نقش کردند. در پایان دهه 90 و ورود به قرن 21 هنر خیابانی رو به محبوبیت و مقبولیت بیشتری گذاشت و در دهه اخیر به محبوبیت و شهرت فراوانی در دنیا دست یافت. این مقبولیت موجب شد تا رسانه ها از آن به عنوان موضوع داغ اجتماعی استقبال کرده و آمار تولید محصولات رسانه‌ای مرتبط با این پدیده فزونی قابل توجهی یابد. از این روز که امروزه فیلم‌ها، مستندها و کتاب‌های متعددی پیرامون هنر خیابانی در سراسر دنیا تولید و عرضه می شود. امروزه فستیوال های متعددی در زمینه های مختلف گرافیتی و هنر خیابانی برگزار می شود. اغلب این فستیوال ها با اهداف تبلیغاتی به نفع شرکت های تولید و پخش محصولات غذایی یا پوشاک و یا با هدف جهدهی اجتماعی طراحی می شود. با این حال گرد ها و فستیوال های مستقل و صرفا هنری هم در این زمینه کم نیستند. هنر شهری امروز بر لبه تیغی راه می رود که یک سوی آن ورود به عرصه صنعت سرگرمی و سوی دیگر آن ورطه گمنامی و تلاش نافرجام است. پیش از آن که وارد مباحث دیگر مربوط به گرافیتی و هنر شهری از جمله تکنیک ها، اصطلاحات و باورهای این هنرمندان شویم، بد نیست اندکی درباره چگونگی نگرش ها نسبت به گرافیتی صحبت کنیم. اینکه مورخین، جامعه شناسان، نویسندگان یا حتی مستندسازان چگونه این پدیده را مورد بررسی قرار می‌دهند و از چه زوایایی به آن نگاه می کنند.